دوتایمون مثل هم شد. ببین بدون هوا من هنگی یک شرا بکنم من خیلی اومدن تاریخ بکنم. افغان آره بله چجوری آره برسیم؟ اجازه بده من یه دونه یه چراغ روشن کنم الان میام. آه اوکی ما هم میتونیم چراغ روشن کنیم اینجا تأثیری داره. من چراغ روشن کنم. تو خوب بودش نوره به نظرم الان خیلی خوب تره یا نه؟ سایه ولی نورم پایینه. افسانه خانم میتونین به ما چیز کنین درخواست بدین بیاره تو بالا؟ سلام سلام بابا شیرین جون چطورین؟ جا تو خالی چجوری بهشون بگیم بیان بالا افسانه خانم؟ افسان جون والا من ازشون سوال کردم گفتن که من میدونم چه جوری. فکر کنم درخواست دادن یه چیزی اومد بعد اکسپت. اوکی سلام افسان جون خوب هستین؟ مرسی شما خیلی خوش اومدین. قربون شما متشکرم. مرسی که منو دعوت کردین. مرسی از شما که قبول کردین. بله مرسی. اتفاقا یه دونه از استوریاتون رو دیدم که دوتایی زرد پوشیده بودین. گفتم نکنه باید پم داشته باشین. نه 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 فل بدای میاد. لون دیدم هر دو مشکی پوشیدین جالب شد. اتفاقا مشکی صورتی خیلی هم قشنگه. شما هم صورتی شما خوب. خوش اومدین. متشکرم. مرسی. خیلی ممنون. قربون شما. صدا خوبه. شما بگو. صدا و اینا که همه خوبه. دیگه فکر میکنم که صدای همه میرسه. من که فکر کنم اوکی هم صدای شما هر دو رو دارم. آره. نه اوکی خیلی هم خوب. خب افسانه جون میخواین یه خورده شما شروع کنین از خودتون بگین تا بعدم ببینیم که بحث به کجا میدهش. خب من نمیدونم من سوال کنی ازم بهتره ولی نمیدونم آخه خودم. خب چند وقت اینجایی؟ من حدودا یعنی حدودا نه کاملا 11 سال یعنی آگست همین ماه ما اومدیم 11 سال پیش به انگلیس. آه چه جالب. خب خب من میدونم که شما دو تا دختر دارید. خب برای ما بگین که چالش های مهاجرت به عنوان یه مادر و دو تا دختر که واقعا مسئولیت خیلی خیلی زیادیه چی بودش وقتی که وارد شد؟ خب چالش که هم زیاد هست هم قابل حل هست ولی حالا در کمون خانوادگی اومدیم چهارتایی با هم اومدیم ولی کلن بحث مهاجرت از زمانی شروع میشه که شما میری چمدونتو میخری یعنی تو کشورتی ولی میری وسایلتو میخری یعنی از همونجا استارت مهاجرت خورده میشه به خاطر اینکه شما فکر و روح دیگه عوض میشه هم غمگینی هم خوشحالی هم خیلی ها رو داری از دست میدی هم خیلی چیزا میخوای به دست بیاری بنابراین شما تو کشورت هستی و مایندت شروع شده به مهاجرت. درسته. وقتی که وارد یک کشور میشی البته مهاجرت ها خیلی متفاوته هر کس به یه نحوه وارد میشه دیگه یه سری مجردن یه سری با خانوادن یه سری با پولای کلان میان در هر صورت مهاجرت دیگه. خب ما وقتی وارد شدیم من دو تا شانس بزرگی که توی مهاجرت هم داشتم قبل از اینکه مهاجرت کنم به انگلیس سه بار اومده بودم انگلیس به صورت توریستی. ولی زمین تا آسمون خب متفاوته توریست بودن با مهاجر بودن چون زمانی که توریست هستی با اینکه مثلا من خواهرم اینجا زندگی می‌کردم خیلی طولانی هم چه شدم هیچ وقت شما زمانی که مهاجر هستی میری توی اداره های اینجا زمانی که توریستی نمیری مثلا هیچ وقت کنسل نمیری زمانی که توریستی
دقیقا. هیچ وقت دغدغه بیل و اینا رو نداری، هیچ وقت دغدغه اینو نداری که شغلی داشته باشی یا حتی زبان، چون مثلا اونایی که باهاتن بلدن صحبت کنن و واقعا تو بهت خوش میگذره با اینکه تجربه خارج اومدن رو داشتی. برای همین مهاجرت یکم سخته و مشکلات خودشو داره. خب من به عنوان یه مادر که وارد شدم، حالا دختر اولم که خب هیچی، ولی دختر دومم چون 9 سالش بود میخواستیم بذاریمش مدرسه، بزرگترین مشکل من بود که من نمیتونستم ارتباط برقرار کنم با مادرای اون مدرسه و معلماش. و خب بچه من خیلی ناراحت بوده درونن و منم به تنهایی ناراحت بودم. این وسط دختر بزرگم که حالا زبانش بهتر بود انداخته بودیمش وسط، در ساعت که اون میخواست من مثلا چلنج داشته باشم با مدیر و معلماش و منم خودم دوست داشتم خودم صحبت کنم. درست. چون یه چیزایی پیش میومد که خب دختر بزرگه من درست بزرگ بود، ولی خب دیگه اونقدر رو که نداشت که که مثلا مثل یه مادر بتونه چیز کنه. من مثلا یه مشکل داشتم. خواهش میکنم. 60 وقتی اومد توی 10 ساله بود. ولی روژه خب 9 سالش بود. خب برای همین اون میگو ماما من این رو چه جوری بگم؟ من هم به اون فشار می آوردم هم به اون، و این خیلی سخت بود. بنابراین وقتی که آدم وارد میشه یکی از بزرگترین مشکلاتش به نظر من زبانه. بعد یعنی و بعد شما هرچی هم تجربه داشته باشی تو کشور خودت، وقتی وارد یه کشور دیگه میشی نصف اون تجربه ها به دردت نمیخوره اصلا. آره مثلا حالا یکیش همین فرهنگه. مثلا شما توی فرهنگ خودمون همسایه داری میکنی، ولی اینجا نیازی نیست که تو همسایه داری کنی. بنابراین این تجربه کاملا اینجا به این میره. البته خب من فکر میکنم که اینجا یه ذره متفاوته با ایران همسایه دار بودنش. یه خوده مثلا همسایه ها خیلی اینجا ما مثلا یادم من که تازه رسیده بودم خیلی برام جالب بود که تا من میرفتم مثلا توی حیات بودم با خود مثلا همسایه همونم میدوید میمد یا دیگه برعکس مثلا خیلی توی اینجور چیز هم مثلا اینی که جلوی خونه تمیز باشه، اینی که باغچه ها مرتب باشه، خیلی به این چیزا اینجا اهمیت میدن. خیلی من خب یکم هم که اخلاقاشون، حالا شما بالاخره خودتون بودین تو این سالها، احساس میکنم یکم اخلاقاشون هم مودیه انگلیسی ها. درست. یه رو که حالشون خوب نباشه با همه حالشون دیگه خوب نیست. ولی خب ما اونجا اینجوری نیستیم. وقتی خودمون یه مشکل داشتیم همسایه‌مون رو میدیم، خب رو خودمون نمی آوردیم، میخندیدیم. بله دقیقا. یه خود خب ما ایرانی ها خیلی مردم داریم. آره دیگه اینا براشون خیلی مهمی، اون حال خودشون خیلی بیشتر براشون مهمه تا اطرافشون. من فکر می‌کنم که این فرقه. ولی خب آفرین، واقعیتش اینه که این یکی از چیزهاییه که ما مثلا توی ایران خیلی متفاوته با اینجا و آدم اول از همه میخوره به چشمش. برای هم میگم یه سری تجربیات واقعا اینجا کرد به درد نمیخوره، ولی خوبه داشته باشه بالاخره. پس مدرسه بچه ها براتون اولین چالش؟ خیلی مدرسه دختر کوچیکم خوب چیزه که بالاخره این تو دل این بچه مون دیگه. حالا درست خودش پس کرد و زود زبان یاد گرفت اینا، ولی بالاخره تو اون چون راستش هم حالا اصلا با اینکه انگلیسی ها اصلا اینجوری نیستن و منم 11 سال پیش از الانم خب بالاخره جوان تر بودم، ولی خیلی جالبه که وقتی رفتم اولین بار توی مدرسه شون میگم حالا خیلی برام جالب، گفت تو مادر بزرگشی؟ به بچه من خیلی برخورد.
ولی من اومدم گفتم ماما اشکال نداره آخه اینا 12 13 ساله مادر میشن بعد مثلا مادر بزرگ میشن ناراحت نشو اینا اشکال نداره. ولی خب خیلی جالب بود واسم با اینکه اینا اصلا اهل این حرفا نیستن که مثلا آدم به آدم نسبت بدن. درسته. نه نه چه جالب برای خیلی جالب بود. خب درسته فکر میکنم که اینا خب خیلی سن کمتر شاید اوریج سنی بعد ولی نمیدونم چون شما خیلی همه الانش هم شما مادر جوون سرحال دیگه من نمیدونم چی فکر کردم منطقهش چیز بوده مثلا منطقه راشتر اینجوری که شما میگین هست یعنی من یادم بود اینجوری بود یه دونه کالسکه دست دخترای خیلی کوچیک بود مثلا میدیدی بچه هم داره میره اصلا شوکه میشدی که با اون سن خودت بچه ای بچه شی توی کالس کرده اصلا انگار مود بود نمیدونم زیاد بود اون موقع ولی الان هم باز زیاد نمیبینم شاید داره اونا هم فرطازی میکنن دیگه تو سن نکنن این کار. خب دیگه چی دیگه از چالش ها چی بود؟ یکی دیگه از چالش هم که ارتباط برقرار کردن بود دیگه خب کلن حالا حتی با هموطنهای خودم به خاطر این که شما درست هموطن هستی ولی واقعا وقتی وارد یک کشور دیگه میشی اون هموطن تو ممکنه یه جای دیگه اومده و واقعا از نظر فرهنگی به هم آدم نمیخوره حتی از نظر غذا اون ترش میخوره من شیرین میخورم اون مثلا با رب میخوره من با زردچوبه میخورم یعنی حتی این چیزای ریز ریز که گاهی آدم فکر میکنه که چیز مهمی نیست ولی در پیدا کردن دوست به سختی چیز میشدم مواجه میشدم و خب سخت دیگه یا مثلا اونا بعضی ها مثلا طرز صحبت کردنشون تو مهمونی واقعا متفاوت بود با طرز صحبت کردن مثلا من با همسرم میدونی اینا رو آدم فکر میکنه که مهم نیست ولی شما زمانی که مدت‌ها مثلا سال‌ها تو کشور زندگی کردی حتی اگر با بچه‌های دوست شده باشه که من خودم بعد از جنگ خیلی از دوستان مال جنوب بودن ولی با اون فرهنگ اون محیط ما بزرگ شده بودی با هم خوب گرفته بودی درست. خیلی فرق داره وقتی میایین اینجا خیلی و خب هم ضربه میخوریم دیگه. آره دیگه درست. از گرفتن دوست خیلی ضربه میخوریم حالا هر کی هم حق به جانب خودشه اون میگه اون بد بود اون میگه اون بد بود در صورت که اگه اون بد باشه اونم یه عالمه دوست داره اگه من بد باشم منم یه عالمه الان دوست دارم اون که اصلا نمیشه قضاوتش کرد. خب اینم یه معضل دیگه بود که ما داشتیم و خیلی دیر دوست گرفتیم الانم خب خیلی شاید نداشته باشیم دقیقا. ولی خب آدم بالاخره وقتی از فامیل و خانوادش دور میشه نیازه که اینجا بالاخره دوست پیدا کنه. خب وقتی به طب من زبانم خب قوی نبود کارم به سختی پیدا میشه خب هنوزم خیلی اصلا هنوزم کار پیدا نکردم. چی بود شاخه این کاری که میکردین چی بود تو چه شاخه بود این کارم درسی کاری تو ایران یعنی؟ ما کتاب ما مغازه که لوازم و تحریر و کتاب داشتیم اونجا کارمون همین بود کار مثلا شاخه خاصی نبود درست. ولی بزرگترین تجربه ای که کردم و حالا دوستم اینجایی که صدام و تصویرم میبینه واقعا مهارت خیلی مهمتر از درس وقت آدم مهاجرت میکنه این تجربه شخصی منه یعنی مهارت چون شما هرچم ایران درس خونده باشید بیاین اینجا شاید قبولش نداشته باشن این درس ولی مهارت نه حرفم 100% نیست ولی به هم ثابت شد مثلا اگه شما مهارت آرایشگری داشته باشید مکانیک باشید مثلا آشپز باشید حالا هر شاخه تو مهارت داشته باشید خیلی جلوتر میافتید مثلا فیزیک خونده باشی علوم اجتماعی خونده باشی مثلا شما علوم اجتماعی خوندیم به چه درد اینا میخوره علوم اجتماعی مگه اینکه بخوای ادامه تحصیل بدی دیگه وگرنه درست میگی که اونم حالا پروسه های خودشو داره زبان باید بخونی نمیدونم چیکار کنی بری و بشینا دقیقا درسته من به نظرم داشتن اسکیل خیلی مهمه یعنی قبل از اینکه آدم حرکت کنه
واقعا باید یه اسکیلی دو تا اسکیل رو یاد بگیره و بیاره. دقیقا. اون که 100%. یعنی اگه که شما تصمیم داره هر کشوری بری، مثلا خب خیلی ها بالاخره فامیل دارم، مثلا وقتی قصد حرکت دارم، مثلا میخوام برم آلمان، فرانسه، به نظر من بهتره تو همون زبان ها شروع کنن درس خوندن، حالا انگلیسی هم در کنارش باشه. دقیقا درسته. تازه من وقتی که خودم جز بچه هایی بودم که مثلا محصل بودم، زبان انگلیسیم خوب بود، ولی وقتی میایی تو ماهی مثلا گیجی دیدی شیرین خانم هم همینه گفت درست. برای رانندگی اینا چی کار کردین؟ مثلا اینطوری بود که شما تو ایران رانندگی میکنم ولی اینجا مشکل ساز شد، چون اینا استقلالا رو یه جوری میگیره انگار میای اینجا یه چیزا رو نمیتونی انجام. خب آره ایران که رانندگی میکردم، خب ما چون اقامتمون یه ذره طول کشید تا اومدیم مثلا گواهینامه بگیریم دیگه، راستش اینم خیلی خوب برامون یه ضربه ای بود، چون اصلا فکر نمی کردیم که اجازه نداشته باشیم ماشین بخریم وقتی که اقامتمون درست. و خب هوای اینجا هم سر، فکر کنید چه مثلا سختی بود بچه رو ببر بیار فلان کن توی مثلا ایسکا وایس، خب خیلی اینا همه اگه بخوایم ریز به ریز بشینیم ما بگیم خب اینا همه سختی بود. شما خودت تو کشور خودت ماشین داشتی، نمیدونم همه چی، همه هم همینجورن دیگه، ولی میای اینجا یه اینا رو از دست میدی. درسته. یه استقلال و خب مسلمن اصلا اون هویتی که آدم توی کشور خودش داره اصلا فرقی نمی کنه از چه قشری باشی، موضوع اینه که وقتی که مهاجرت میکنی دقیقا همه چی انگار پاک میشه، تو دوباره باید هی اینا رو رو هم رو هم بذاری تا دوباره بسازشون دیگه، بعدا با شرایط متفاوت و با قوانین متفاوت. خب خیلی سخته سالهای اول، واقعا سالهای پرچالشیه. بعد یه سوال داشتم، ببخشید بفهم، میخواستم بگم شما به اون مرحله افسردگی رسیدین یا نه؟ او شدید شدید و شدید. تو خواهرتون اینجا بودن؟ آره من خواهرم شفیل زندگی میکرد، ولی من بیشتر به خاطر اینکه خودم پیشنهاد دادم که بریم، و وقتی اومدیم مثلا به ما اقامت مثلا به زودی اقامت ندادم، و مثلا شهرزاد دخترم هم مثل اسمش هم اسم شماست، بله. مثلا دانشگاه قبول شده بود ایران، ولی من بعدش داشتم آوردمش اینجا، خب دیگه گفتم فایده نداره اینجا هم درس بخونی بعدا کار پیدا نمیشه اینا، بریم همونجا. خب من باعث شده بودم همه چیزا بشه، بعد شوهرم کارش از دست بده، خب ناراحت بود و من شدید افسردگی گرفتم چون جواب ما نمی اومد و من ناراحت بودم دیگه، تو خودم می نخنم و باورتون نمی شد من 2 کیلو کم می کردم. اینقدر لاغر شده بودم که همه فکر می کردن که من رژیم گرفتم، به شخصا می کنم به مامان دو اینقدر نمی خواد رژیم بگیره، من اینقدر هی لاغر می شدم. چقدر سخت و شما تو مادر رو خواهدن بودین و انرژی هم باید میدادین با اون اوزا. آره یه طورایی فکر میکنم چون مادر خانواده یه ستون اصلیه، خیلی همه ببینید درسته که پدرم هست ولی از نظر روانی تمام احساسات ستون احساسی خونه مادر خانواده است، و اگه مادر خانواده حالش خوب نباشه انگار که یه طورایی همه خانواده رو تحت تاثیر قرار میده و واقعا سخته اون روحیه رو بالا نگه داشتن. آره خیلی سخت بود. بعد جالب این که بعد از اینکه اقامتمون درست شد، اول اقامت من و شوهرم و بچه کوچیکم درست شد تازه، که دوباره اونم یه ضربه ای بود، یعنی من همش داشتم مال دختر بزرگم درست شد که اون بره دیگه دانشگاه کارشو شروع کنه، بعد فکر کنید دوباره مال ما درست شد، مال اون درست نشده بود. و این شیرینی گرفتن اقامت برای من اصلا تازه تلخترم شد. آره ولی خب گذشت. چرا؟ برای اینکه شهرزاد اون موقع 18 سالش شده بود، حالا اون جدا بود.
ما 4.5 سال طول کشید کاره. آها. پس اون دیگه عدد شده بود و خودش جدا بود. بعد هم اون پنج. مال اون تازه 1 سال هم دیرتر ما شد. ولی با این استاف این قرار برگردیم مثلا بازم این راهو می اومدین یا نه؟ 100% می اومدم. یعنی اصلا پشیمون نیستم از مهاجرتم. فقط شاید جوانتر می اومدم، یعنی بچه دومم اینجا به دنیا می آوردم. ولی بازم ناراحت نیستم، پشیمون نیستم. میگم شاید همون موقعمون تصمیمی که گرفتم شاید درست بوده. و هیچ ناسپاسی نمی کنم یا خودم رو سرزنش نمی کنم. ولی چون میگین اگه برمیگشتی به عقب، بله می کردم، می اومدم. و حتما خیلی از مهاجرتتون شما خیلی راضیم، خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم دخترام خوشحالن. و خیلی جالبه که حالا مثلا خودم گاهی اوقات میگم که میرم برمیگردم ایران زندگی میکنم، دیگه خیالم از اینا راحته، ولی دیگه همسرم میگه نه کجا بریم، اینجا خوب بهتره. مخصوصا حالا اگه شهرزاد بچه دار بشه دیگه اصلا که دلتون نمیاد دیگه. حالا یعنی دارین که کلن دوست داشتم که حرکت کردم. درسته دقیقا. اگر دوست داشتن نباشه و هدف نباشه نمی اومدم. و همم میدونم خیلی ها رو میبینم که الان اقامتشون درست نشده، ولی خیلی بهشون دلداره میدم. هیچ کس نمیتونه جای کسی باشه ها، و هر کسی مشکلات باشه. ولی میگم حالا که قدم برداشتین، یه هدفی رو میخواین دنبال کنین، تا آخرش باشین، چیز از دست نمیدین. درست. پس یعنی مثلا اگه یه خانم بخشی نه خواهش باید باید مثلا اگر که به عقب برمیگشتیم با تجربیاتی که انجام دادیم، مثلا چه کاری رو اگر که مثلا الان میدونستیم اون موقع متفاوت انجام میدادیم؟ یعنی چه شغلی اینجا انتخاب میکردم؟ متوجه نه مثلا مثال میزنم، مثلا شیرین جون هفته پیش گفتن که اگر که میدونستم زودتر شروع میکردم به زبان خوندن بعد میومدم اینجا، یا اینی که همینی که اومدم میرفتم سر کار. شما چی؟ شما با تجربه 11 ساله که الان داشتیم وقتی به عقب فکر میکنید مثلا چه چیزی رو پیش خودتون میگی من اگه اون موقع میدونستم اینطوری حتما این کار میکردم؟ آره منم واقعا بیشتر روی زبانم کار میکردم و شده بود حتی برم توی انبار اینجا ها کار کنم که با کسی کانتکت داشته باشم صحبت کنم میکردم. یعنی باید از همون اول با اعتماد به نفس بری جلو. یعنی واقعا کس میاد باید همین کار رو کنه. حتما احتیاج نیست که شما مدیر یه جا بشی که بخوای صحبت کنی. بعدم ما قرار نیست که سیاسی صحبت کنیم، علوم سیاسی های از این حرف. ما میخوام حتی من میگم بریم تو انبار تسکو کار کنیم، نمیدونم موریسون اینا، کار نفر انگلیسی در تماس باشیم که اینو بردا بذار اینجا، اینو بذار اونجا، بعد گوشت میشنوه که اون داره به دوستش همکارش میگه. خیلی مهم، خیلی مهم. آره من اگه واقعا ما چون خیلی هم دیر اقامت گرفتیم و اجازه کار نداشتیم، خب نصف از این چیزامون به باد رفت. یعنی زمانی ما اقامت گرفتیم که انگار همه انرژیمون از بین رفته بود. میدونی؟ درست. من شرایط خب تاثیر میذاره دیگه. مثلا شیرین خانم چون که تحصیلی بودن از روز اول میتونست بره کار کنه، به خاطر اینم خب این خودش یه چیز خیلی مهمه. بله برای همین اولش گفتم مهاجرت ها با هم دیگه فرق داره. مثلا من یکی از این شانس هایی که داشتم، ما وقتی اومدیم وارد این کشور شدیم، چون من چند بار با شوهرم اومده بودم رفت بودم، به ما ویزا راحت دادن چهارتایی. یعنی از هیچ راهی ما، یعنی از تهران سوار شدیم لندن پیاده شدیم، خیلی راحت. بعدن که اومدیم کم وقت پیش خواهرم موندیم درخواست موندن کردیم. ولی خیلی از راه کوه و کمن میان، تفلک ها از راه دریا میان. یعنی همون
تو اون قسمت ها کل روحیه هاشون از بین میره، خراب میشن، داغون میشن تا برسن. بله میگم لبل مهاجرت با مهاجرت ها خیلی متفاوت. درست، دقیقا. بنابراین درسته که ما نمیتونیم، ما جای هیچ کسی نیستیم، ما هیچ کس رو نمیتونیم قضاوت کنیم، هر کسی تجربه متفاوتی داره، اما موضوع اینه که ما فقط میگیم که اگر که خیلی از چیزها رو آدم قبلش بدونه، هیچ کسی نمیتونه آینده رو پیش بینی کنه، یعنی که چی خواهد شد. و از همه مهمتر به قول دوستمون که الان اینجا نوشتم، میگن اعتماد به نفس خیلی مهمه، ولی اولش واقعا سخته. من خودم هیچ وقت یادم نره، من اصلا دلم نمیخواست حتی برم توی سوپرمارکت کوچیک محلی، و اینکه فقط دوست داشتم برم توی سوپرمارکت های بزرگ، و اینکه احساس میکنم اونجا گم میشم، کسی منو نگاه نمیکنه، احتیاجی نیستش که هیچکی منو قضاوت نمیکنه، و اینکه من بلد نیستم حرف بزنم. و واقعا اینا همه همه نکته های کوچولو کوچولوه. اما چیزی که من خیلی دلم میخواد که ما توی این لایو بهش برسیم اینه که آدم اگه بدونه همه این راه ها رو رفتن، شاید خیلی راحت تر براش باشه، شاید به خودش خیلی سخت نگیره. یعنی واقعا امیدوارم که با خودمون مهربون باشیم وقتی که مهاجرت میکنیم. فکر نکنیم که ما فلان کسک بودیم الانم باید همون، نه میشه، ولی یه خود سخته، یه خودتون میکشه، ولی واقعا میشه، به جاهای خوبم میرسه، فقط باید سختی‌ها رو تحمل کنیم. آره دیگه، باید تحمل کرد، به خاطر اینکه من دختر بزرگم و اصلا از 4 سالگی گذاشته بودمش کلاس زبان، دختر کوچیکم هم همینطور، یعنی زمانی که وارد شد اصلا میتونه صحبت کنه، یعنی آماده بود که بره واسه دانشگاه، ولی همین مسائل خب آدم رو عقب میندازه، خب بالاخره یه ذره چیز میشه. یعنی میخوام بگم که من الان دارم میگم اگه اسکیل خوبه یاد بگیرین، زبان خیلی خوبه یاد بگیرین، و در نهایت بستگی داره چجوری مهاجرت کنین و چه کیسی بوده باشین، کیستون هم خیلی مهمه. ما خب کیس هم مورد قبول قرار نگرفت دیگه. بله، اون که اصلا یه چالش دیگه است، اون خودش یه چیز بخواد، یه ذره آهنی میخواد جدا. ولی کلن حالا به هر حال که راه آسونی نیست به هیچ وجه، ولی ته تونل یه نور گنده است، فقط همین. خیلی هم ممنون افسانه جور از اینکه دعوت ما رو قبول کردین، امشب به ما وقت دادین، واقعا ما از صحبتات لذت بردیم. خواهش میکنم، سوالی کسی نداره؟ ببینیم اونایی هم که زود اقامت گرفتن باید بگم متاسفانه مشکلات دیگری داشتن. دقیقا، حالا این دوستمون اینو گفت، واقعا ما شما توی یکی از استوریات نوشته بودی که مهاجرت مجرد و متأهل با هم متفاوته و واقعا درسته، ولی اتفاقا ما با مثلا یه سری مجرد که میمدن خونه ما اون موقع ها، حالا مثلا میگفتن که خوش به حالتون، چارتاییتون هستین، بوی غذای ایرانی میاد، دلمون واسه مامانمون تنگ شد. بعد من اونا رو میگم کاش من مثلا مجرد اومده بودم، بعد بچه هم که به دنیا آورده، یعنی همه هم دیگر رو دوست دارن جای اون باشن، ولی واقعا سخته. خب میگم شما مورد همسایه قاضه. آره، ولی باید بالاخره سختی ها رو تحمل کرد، چون همیشه مشکلات هست. الان هم که حالا بالاخره ما مشکل داریم، مگه میشه آدمیزاد بدون مشکل باشه؟ نه، اون که اصلا نمیشه. فقط موضوع اینه که آدم به همه چی عادت میکنه، به محیط عادت میکنه، به خیلی از چیزا، و مشکلات جدید تر درست. دقیقا، آفرین، دقیقا درست.
خیلی خیلی ممنون، مرسی شهزاد جان، مرسی افسانه جون، و خیلی ممنون از همون کسایی که امشب با ما جوین شدن و وقتشون رو به ما دادن. امیدوارم که همگی شب خوبی داشته باشیم و آخر هفته خوبی. مرسی قربونت، مرسی افسانه جان. چجوری بخونی؟ جان دلم چی باید بزنم؟ یه دونه لیو داره فکر کنم، یعنی که اگزیت کنیم. من نفسش این دفعه چون من میزبانم نمیدونم. فرناز جان میخوام بدونم چطوری برم بیرون. من نمیدونم که من ایشی دارم لایف برم. باشه بچه شب باشه. شاید من هیچ وقت لایف نرفتم بیرون، من همیشه تا تهش میمونم تا منو بندازم بیرون. تا خودم انجامش دادم یه دونه چیز آفرین. خیلی دارم یاد میگیرم. بچه های من شروع کردن صدا کردن، ببخشید چون یکیشون حالشون خوبه. نه خواهش میکنم، ناز میکنه دیگه. بچه ها مرسی واقعا. یالدون داره میگه ممنون، مرسی از همتون که امشب با ما بودی. امیدوارم که هفته دیگه هم به ما بپیوندین. ما هفته نظر بدین بگین دوست دارین طولانی تر باشه یا نه، چون من احساس کردم خیلی کم بود، خیلی زود تموم شد. خب دیگه نه، دیگه نیم ساعت بود دیگه. گفتیم نیم ساعت باشه خیلی زیاده. ما هم داریم خود تجربه میکنیم. دوستان از شما سلام. مشکان جون دوستان به ما بگید نظراتتون رو لطفا در مورد لایو ما بگید که ما میدونیم برای هفته دیگه احتمالا هفته دیگه طولانی خواهد بود، برای اینکه با پروین جون از گروه یاران چیز داریم، لایو داریم هفته دیگه. مرسی که اعلام کردیم، من اصلا یادم نبود. باشه مرسی از همگی، شبتون بخیر. شب همگی بخیر. خیلی ممنون، ما منتظر پیشنهادات و نظراتتون هستیم. مرسی، شبتون هم خوش. خیلی ممنون، شبتون بخیر. اشکال نداره فر با جون لایف سیف میشه و شما میتونین که ببینینش از توی صفحه. متشکرم.